قصه آغاز خلافت عثمان رضی الله عنه و خطبه وی در بیان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول. قصه عثمان که بر منبر برفت، چون خلافت یافت بشتابی تفت. منبر مهتر که سه پاویه بوده است، رفت بوبکر و دوم پاویه نشست. بر سوم پاویه عمر در دور خیش، از برای حرمت اسلام و کیش. دور عثمان آمد و بالای تخت، بر شد و بنشست آن محمود بخت. پس سوالش کرد شخصی بلفزول، که آن دو ننشستند بر جای رسول. کاندو ننشستند بر جای رسول، پس تو چون جسی از ایشان برتری، چون به رتبت تو از ایشان کمتری. گفت اگر پایه سوم را بسپرم، وهم آید که مثال عمرم. بر دوم پایه شوم من جاجو، گوی بوبکر است و این هم مثل او. هست این بالا مقام مصطفی، وهم مثلی نیست با آن شه مرا. بعد از آن بر جای خطبه آن ودود، تا به قرب اصل لب خاموش بود. زهره نه کس را که گوید هین بخوان، یا برون آوید ز مسجد آن زمان. هیبتی بنشسته بود بر خاص و عام، پر شده نور خدا آن صحن و بام. هر که بینا ناظر نورش بودی، کور زان خورشید هم گرم آمدی. پس گرمی فهم کردی چشم کور، که برآمد آفتابی بی فطور. لیک این گرمی گشاید دیده را، تا ببیند عین هر بشنیده را. گرمیش را زجرتی و حالتی، زان تبش دل را گشادی فسحتی. کور چون شد گرم از نور قدم، از فرح گوید که من بینا شدم. سخت خوشمستی ولی ای بوالحسن، پاره ای راه است تا بینا شدن. این نصیب کور باشد ز آفتاب، صد چنین والله اعلم به ثواب. وان که او آن نور را بینا بود، شرح او کی کار بوسینا بود. ور شود صد تو که باشد این زبان، که به جنباند به کف پرده عیان. بای بربی گربه ساید پرده را، تیغ اللهی کند دستش جدا. دست چود خود سرش را برکند، آن سری که از جه سرها می کند. این به تقدیر سخن گفتم تو را، ورنه خود دستش کجا و آن کجا. خاله را خایه بودی خالو شدی، این به تقدیر آمد از ارعو بودی. از زبان تاب چش کو پاک از شکست، صد هزاران ساله گویم اندک است. هین مشو نومید نور از آسمان، حق چو خواهد میرسد در یک زمان. صد اثر در کانها از اختران، میرساند قدرتش در هر زمان. اختر گردون ظلم را ناسخ است، اختر حق در صفاتش راسخ است. چرخ 500 ساله راه ای مستعین، در اثر نزدیک آمد با زمین. 3000 سال و 500 تا زحل، دم به دم خاصیتش آرد عمل. در همش آرد چو سایه در عیاب، طول سایه چیست پیش آفتاب. و از نفوس پاک اختروش مدد، سوی اخترهای گردون میرسد.
ظاهر آن اختران قوام ما، باطن ما گشته قوام سما.